اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بکونو مع الصادقین. ماه مبارک رمضان است، ماه مغفرت، ماه مواسات، ماه مسابقه در کارهای خیر، ماه بهار قرآن، بهار فقرا، ربیع الفقرا، بهار مؤمنان، ماهی که رسول گرامی اسلام فرمودند اول این ماه رحمت، وسط آن مغفرت و آخر آن براءت از جهنم است. هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره العتق من النار. فرمود این ماه آغازش با رحمت و نیمه اش با مغفرت و پایانش با براءت و نجات و آزادی از آتش جهنم است. رمضان راهی است که اولیاء الهی، انبیای الهی به طرز خاصی به استقبال آن می‌رفتند. حدیث داریم ماه رمضان روزش بر همه انبیا لازم بوده، بر ملت ها نه، فقط بر ملت مسلمان لازم شده. ولی قبل از اسلام خود ماه رمضان در روایت داریم انبیا روزه گرفتن برشون لازم بوده. فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیا دون الامم. امتهای سابق روزه داشتن، منتها ماه رمضان روزش بر انبیا در روایت دارد لازم بوده و خدا امت اسلامی رو به این افتخار و به این تاج و به این کرامت در واقع عنایت بخشید که روزه رو بر اونها واجب کرد. روزه از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین عبادت‌های ماست. آدم ابوالبشر برای توبه روزه گرفت. وقتی از بهشت بیرون رانده شد در ایام ماه رجب و ایام البیض 3 روز روزه گرفت به کفاره اون ترک اولایی که انجام داده بود. حضرت نوح پیامبر اولوالعزم الهی وقتی همه رو سوار کشتی کرد و کشتی روی آب در حال حرکت، کجا وای میسته، کجا مستقر میشه، چی بخورن، خب نگرانی های زیادی بود. به اون ساکنان کشتی گفت روزه بگیرید تا به برکت روزه کشتی ما در یک جای خوبی مستقر بشه و محل با برکتی باشد. حضرت مریم وقتی در معرض اون حجمه ها واقع شد، خدا به او دستور داد روزه بگیر. میبینید روزه یک عبادت دیرینه است، کهنی است که با آمدن اولین موجود روی کره زمین یعنی آدم ابوالبشر روزه شکل گرفته. انبیای الهی ماه رمضان رو روزه میگرفتن. حضرت نوح به ساکنان کشتی دستور روزه میدهد که حالا این نمونه ها رو اگر بخوایم عرض کنیم زیاده و در یک کلمه میخواییم عرض کنیم این عبادت و این در واقع تاج افتخاری که به حمد الله خدا رو شاکریم امسال هم درک کردیم حلول ماه رمضان رو، این رو قدر بدانیم، اهمیتش رو، حرمتش رو، جایگاهش رو. من
اجازه میخوام به یک خطبه ای از امیر المؤمنین علیه السلام بپردازم که شاید این خطبه رو کمتر مطرح کردند و کمتر شنیدید. روز اول ماه مبارک رمضان حضرت امیر منبر رفت. این خطبه رو اونایی که میخوان دنبال کنن، مرحوم شیخ صدوق یک کتابی دارد به نام فضائل الاشهر الثلاثه، یعنی فضیلت های سه تا ماه معروف، ماه رجب و شعبان و رمضان. یک کتابی داره ایشون فضائل این سه ماه رو نوشته. این خطبه رو مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی از علمای ده قرن پیش ما که کتابای زیادی دارد، ایشون در اونجا آورده. ما خطبه راجع به ماه رمضان زیاد داریم، زیادم شنیدید، خود پیامبر اکرم آخرین جمعه شعبان خطبه خواندن، صحبت کردن، دعا می‌خواندن. ائمه ما حلول ماه رمضان که میشد هر کدام بالاخره یه بیانی داشتن. اما این خطبه که نزدیک دو سه صفحه است و حالا من دو سه تا نکته‌شو می‌خوام خدمت شما عرض کنم، مرحوم شیخ صدوق در این کتابی که عرض کردم آورده و می‌نویسد حضرت روز اول ماه رمضان منبر رفت و شروع کرد به خواندن این خطبه که حالا عرض می‌کنم. بعد میگه دیگه آخرای خطبه یک کسی بلند شد گفت یا امیرالمومنین، میشه یک کسی یک کمی از اون سفارش‌های پیغمبر رو به خودتون به ما بفرمایید که رسول خدا چی فرمودن؟ حضرت بعضی از مطالب رو فرمودن، از جمله بحث شهادت خودشون رو فرمودن. از حرفایی که پیامبر به من زدن بحث شهادت من بود. فرمودن که سید الوصیین در سید الشهور، یعنی آقای اوصیا در آقای ماه‌ها. سید الشهور ماه رمضان است، سید الوصیین هم امیر المومنین. خبر داد رسول خدا به من که سید الوصیین در سید الشهور به شهادت میرسه، که مرحوم صدوق میگه صدای گریه و شیون از مجلس بلند شد و دیگه آقا نتونست خطبه رو ادامه بده. فقط خطبه رو قطع کرد و از منبر پایین آمد. این به هر حال خطبه ای که حالا من اجمالا ترسیمش کردم. امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه که بخش های مختلفی دارد، من دو سه تا تیکش رو فقط عرض میکنم. خطاب به مردم فرمودن اگر میخواید ببینید فضیلت این ماه چقدره، فضیلت این ماه اینطوره: ان هذا الشهر شهر فضله الله علی سایر الشهور که فضلنا اهل البیت علی سایر الناس. دیگه این خیلی راحت آدم متوجه میشه ماه رمضان چه ماهی. فرمود ما اهل بیت چقدر بر مردم فضیلت داریم. الان فاصله ما با اهل بیت چقدره؟ خیلی زیاده، از عرش تا فرش. فضیلت اهل بیت بر ما چقدره؟ اونا معصومن، ما معصوم نیستیم، اونا علم غیب دارن، ما نداریم. اونا برگزیده خدان، امامن، فرزندان پیامبرن، فرزندان زهرای مرضیان، جانشینان اهل بیت. رو کسی میخواد بشه تو زیارت جامعه کبیره. اهل بیت ایناست، اهل بیت نبوه، موضع رساله، مختلف الملائکه، فرشته ها خونشون میان میرن. فاصله ما با اهل بیت خیلیه. فرمود فاصله ماهای دیگه با ماه رمضان هم همین قدره. فضیلت ماه رمضان بر 11 ماه دیگه مثل فضیلت ما اهل بیت است بر بقیه مردم. خیلی راجع به فضیلت ماه رمضان صحبت شده، ولی این جمله شاید رساترین جمله باشد که اهمیت این ماه رو میرسونه. وقت اینجاست که آدم میفهمه چرا یه شب بالاتر از هزار ماه، خیر من الف شهر. اینجاست که آدم میفهمه چرا نفس در این ماه عرض میکنم تسبیح، خواب عبادت. این تعبیری که فرمود فضیلت این ماه نسبت به ماهای دیگه مثل فضیلت ما اهل بیت. بعد حضرت فرمود یکی از ویژگی های این ماه این است ولایت ما در شب قدر مقدر شد. ولایت ما که ما اهل بیت ولایت داریم، این در شب قدر. لذا ماه رمضان ماه ولایته، ماه ولایته. این رو دقت داشته باشید. حالا سفارش هایی کرد امیرالمومنین که من یه سفارشش رو عرض میکنم. بعد چند تا سوال کرد تو ضمن خطبه. حضرت 7-8 تا سوال کرد که این سوالات رو بهش میرسیم. فرمود ایها الصائم، عزیزان، برادران، خواهران، جوانها، همه کسایی که
در آغاز ماه رمضان صدای ما رو میشنوید. این بیان امیرالمومنین در اولین روز ماه رمضان، ایا الصائم، روزه دارا، وظیفتون چیه؟ شما چه کار کنید؟ خیلی حرف زده شده، خیلی مطالب گفته شده. حضرت یک وظیفه عمده رو اینجا فرمودن: تدبر امرک فانک فی شهرک هذا ضیف ربک. فرمود یه خورده به خودتون بیاندیشید، یه خورده خودتون رو دریابید، یه خورده به خودتون برسید. تدبر امرک. هر کسی، نفرمود توی ما نماز رو، نه همه جای خودش ها، مهمترین وظیفه‌ای که امیرالمومنین آغاز خطبش متذکر شدن بحث تدبر و رسیدن به خود است. من یه کمی اینو توضیح بدم. ببینید آقا، ما یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. اینا گاهی با هم قاطی میشه و مرزاش خلط میشه. من عرض کنم نکاتی رو ببینید. یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. ماه رمضان ماه این ستاست. هم خود رو باید شناخت، هم خود رو باید یافت، هم خود رو باید ساخت. شما یه وقت یه خونه میخوای بخری، اول باید بشناسی کجا، با چه مشخصاتی، چقدر پول داری، چند متر میخوای بشی. اول میری میگردی شناسایی با خانومت، با به هر حال مشاورا مشورت میکنیم، یعنی آقا یه خونه مثلا انقدر قیمتی، 100 میلیون، 50 میلیون، جنوبی باشه، شمالی باشه، تو محله مثلا فلان باشه، عرض میکنم که سنگ باشه. این شناخت. بعد میگی خب حالا که شناختیم بریم بیابیم کجا هست. راه میفتی تو بنگاه، خب خونه رو پیدا میکنی، میشه یافتن. بعد میگی خب حالا این خونه رو باید ساخت، بالاخره کجا کمد بذاریم، کجا مسائل بذاریم، کجا تلویزیون بذاریم، کجا تعمیرش کنیم، چه وسیله‌ایش خرابه. شناختن مقدمه بر یافتنه، یافتن مقدمه بر ساختنه. ما اول باید خود رو بشناسیم. من یه آیه قرآن بخونم، سوره مائده آیه 105. این آیه رو عزیزان من ببینید، دقت کنید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه طباطبایی، با اینکه تو تفسیر المیزان خب هر آیه‌ای رو گاهی یکی دو صفحه گاهی کمتر تفسیر میکنه و رد میشه، ولی این آیه که رسیده نزدیک 30-40 صفحه پیرامونش صحبت کرد. عجیب است، ایشون در المیزان مفصل نزدیک 30-40 صفحه داره به این آیه مفصل صحبت کرد. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. مردم، اول خودتون، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. همه عالم که گمراه بشن، شما درست باشی اشکال نداره، تو وظیفه ای نداری. امر معروف هست، نهی از منکر هست، ولی ممکنه شما توی جامعه واقعیشی نتونی کسی رو درست کنی. بالاتر آقا حریف زنت نشی، حریف بچت نشی. کما اینکه نوح نه حریف زنش شد، نه حریف بچه شد، نشد دیگه. ابراهیم پیامبر حریف عموش نشد. ما چند تا دعا تو قرآن داریم، از این 160 خورده دعایی که تو قرآنه، میگن 5 تا دعاش دعای غیر مستجابه، دعایی که به اجابت نرسه. یکیش دعای جناب نوح درباره پسرش، از خدا خواست پسرش بهش ملحق بشه ولی نشد. یکیش دعای حضرت ابراهیم درباره عموشه، گفت خدایا وقفر لعبی، سوره شعراست دیگه، وقفر لعبی انهو کان من الظالین، عمو ببخش، ولی عموش بخشیده نشد، گمراه از دنیا رو. به ذهنم از میون این 160 دعایی که در قرآنه، عرض میکنم که تعدادش به اجابت نرسیده، 4 تا 5، یکی دوتاش همین هست. گاهی ممکنه انسان نتوره. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اول خودشناسی خودتون. لا یضرکم من ضل، همه عالم که گمراه بشن به تو لطمه وارد نمیشه. از اهتدیتم، مگه تو مواظب خودت باشی. آیان، برادران، عزیزان، خودشناسی یعنی چی؟ خودیابی یعنی چی؟ خودسازی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی اینی که من بدونم با انسانیتم و با عقلم و با شعورم با سایر موجودات فرق. ببینید این عالم موجود زیاد داره، جماد داره، نبات داره، گیاه داره، حیوان داره، فرشتگان داره. خودشناسی یعنی من بدونم با حیوانات فرق میکنم، من بدونم آقا وظیفم خوردن و خوابیدن و
ارضای غریزه جنسی نیست. بالاخره من قرآن کریم میفرماید ما انسان رو کرامت دادیم و فضیلت دادیم. سوره اسراء آیه 70، لقد کرمنا بنی آدم، این یک، به انسان کرامت دادیم. بعد میفرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، فضیلت دادیم. مفسرین میگن کرامت یعنی عقل دادیم، به بقیه موجودات عقل ندادیم، حیوانات عقل ندارن. فضیلت یعنی تو اون ویژگی هایی هم که انسان با حیوانات مشترکه انسانو برتری دادیم. الان ما میخوریم، حیوانات هم میخورن، ولی خوردن ما با اونا یکیه، چقدر تنوع داره. لباس ما با حیوانات یکیه، مسکن ما چقدر الان تنوع تو لباس، تنوع تو غذا، تنوع تو مسکن، تنوع تو علوم. اونایی هم که با موجودات دیگه مشترکیم شما بالاترید. اینی که انسان درک کند کرامت داره به عقل، فضیلت داره در تنوع، اینی که انسان بداند عالم مسخر اوست، اینی که انسان بداند یه شروعی داره، یه پایانی داره، یه برزخی داره، اینی که انسان بداند دو تا عالم داریم ما، یه عالم ناسوت، همینایی که اینجا نشستیم میخوریم میخوابیم را میریم، یه عالم لاهوت، ارجعی الی ربک. همینقدر که انسان بدونه دو تا بعد داره، یه بعد جسم، یه بعد روح. اینو میگن خودشناسی. خودشناسی غیر از ضربان قلب و ضربان نبض و عرض میکنم که چربی و قنده، این خودشناسی نیست، اون جسم شناسیه. اون جسم خودشناسی یعنی من بدونم استعدادام، توانمندیام، فطرتم، غریزم، عقلم، اینا نیروهایی که در ماست. آدم نمیتونه چشم رو ببنده با عقل بی تفاوت باشه، به فطرت بی تفاوت باشه، به عالم روح بی تفاوت باشه. این میشه خودشناسی. دو، دقت کنید، خودیابی. خب خودمون شناختیم، خودیابی یعنی چی؟ ببینید آیون خواهران، جاها فرق میکنه. یکی صاحب نفس مطمئن است، بهش میگن ارجعی الی ربک. یکی صاحب نفس اماره است، بهش میگن قتل الانسان، مرگ بر تو که تو محکوم نفس اماره ای. یکی صاحب نفس لوامه است، وجدان اخلاقی داره، نه اماره نه مطمئنه. خب این وسط راست. خود یا ببینید من کجام؟ آیا من مصداق قتل الانسانم یا مصداق ارجعی الی ربک؟ من الان به اونجای رسیدم که قرآن میگه ان الانسان خلق هلوعا، هنوز تو این اتاق حلوعا حریص بودن گیر کردم، یا رسیدم به اونجایی که الا المسلم، از حلوع بودن خارج شده. قرآن خطابای مثبت به انسان داره، منفی هم داره. خودیابی یعنی من بدونم الان ضریب عصبانیتم چقدره، ضریب خوشخلقیم چقدره، ضریب ارتباطم با مردم چقدره. این میشه خودیابی. سوم، خودسازی. خود ما شناختم با حیوانات فرق میکنه، خود ما یافتم چه مرحله‌ای هستم. خب حالا اگه مرحله یکم برم دو، اگه دو برم سه، خودسازی، تعمیر کنم خودمو، اصلاح کنم خودمو، مایوس نشم. شما میدونید این روزها آمار یأس، آمار ناامیدی در میان اقشار مردم مخصوصا جوانا کم نیست، خیلی مهمه. امام سجاد علیه السلام اومدن مکه مکرمه، دیدن شلوغ، یه جایی یه کسی رو دارن میارن جلو، این خودشو میکشه عقب. رفتن جلو دیدن محمد ابن شهاب زهری است. محمد ابن شهاب زهری ظاهرا سال 124-125 زمانا فوت کرده، از قاضی ها و دانشمندان زمان امام سجاد بود. ایشون قاضی بود، حکم قتل یه بیگناهی رو صادر کرده بود، طرف هم کشته بود. بعد که به خودش اومده بود دید عجب، خیلی کار بدی کرده، یه بیگناه رو تو قضاوتش اشتباه کرده، حکم قتلش رو صادر کرده. لذا دچار اختلال روانی شد، خیلی اختلال روانی پیدا کرد، ناراحتی فکری پیدا کرد. بستگانش گفتن بریمش مکه، اونجا بلکه خوب بشه. آوردنش کنار مسجد الحرام ولی فایده نداشت، هی حرفهای به اصطلاح مایوسانه میزد، ناراحت بود. امام سجاد علیه السلام یه مرتبه دید آقا رو، شناخت، خیلی خوشحال شد. آقا اومدن پیش او، مطالبی بهش فرمود که یکیش اینه. فرمود محمد ابن شهاب، من انقدری که از یأس تو میترسم از گناه تو نمیترسم. تو که الان از آدم اگر از خودسازی مایوس شد، ما که دیگه درست بشو نیست، ما که دیگه عصبانیتمون کنار نمیم. اگر مایوس شد خیلی بده،
این مرحله سقوطه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارد به نام کشکول، این کتاب چاپ شده تو بازار هست. ایشون میگه یک کسی از افراد مورد اعتماد برای من نقل کرد که یه آقای در بصره بود، آدم خوبی نبود، آدم لاتی بود، اهل مشروب بود، به هر حال لاابالی بود، عیاش بود. این از دنیا رفت. مرحوم شیخ بهایی میگه کسی حاضر نشد تو تشییع جنازش بیاد. گفتن آدم به هر حال خوشنامی نیست. کسی حاضر نشد بیاد و حتی حاضر نشدن ببرنش برای شستشو. زنش مجبور شد رفت وسط کارگر رو اجیر کرد. پول بهشون داد که با جنازه شوهر من رو زمین نمانه. اومدن جنازه رو شستند و آماده کردند و اجازه دفنم بهش تو قبرستان مسلمان ندادن. گفتن نمیذاریم این دفنش کن. به این اجیرا گفت نداره، جنازه رو بیارید تو بیابون. بیابون مال خداست، پای کوهی، اینجا دفنش میکنم و علامت براش میذارم. زن تنها بدن رو برد اونجا و آماده کرد با این کارگرایی که اجیر کرده بودن. در این حال مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه یه وقت یکی از عرفا و زاهدانی که در اون شهر بود پرسان پرسان خودش رو رسوند به این جنازه و کنار این کوه. مردم هم شنیدن، متوجه شدند و فلان عارف، فلان زاهد، آدم مشهور، آدم بنام رفته بر جنازه فلانی نماز بخوند. گفتن خب این رفته ما هم میام. آمدن، جمعیت زیادی آمد، نماز خواندند و بدن رو هم برگردوندن به قبرستان مسلمان ها دفن کردن. عرضم اینجاست، میگه از این زاهد پرسیدن تو به چه دلیلی آمدی؟ گفت من دیشب خواب دیدم، به من گفتن موظفی بری کنار فلان کوه، جنازه ایست تنها بستگانش، همسرشه، هیچ کسو نداره، وایسی برش نماز بخون. علتش هم نمیدونم، دستور بود، بالاخره خواب برای من این پیام رو داشت، اومدم این کارو انجام دادم. گفتن خب بریم از همسرش سوال کنیم. اومدن پیش این زن، گفتن یک کمی شوهرتو برای ما توصیف کن، ما که جز شر از چیزی خبر نداشتیم، آیا این خیری هم درش بود، نیکی هم درش بود؟ گفت شوهر من سه تا ویژگی مثبت داشت. یک، در هر حال نمازشو میخوند، حتی اگر صبح تا شب، شب تا صبح عیاشی هم کرده بود، همچی که موقع نماز به موضوع میگرد نمازشو میخوند. دوم، همیشه تو خونهش یتیم نگه میداشت، به هیچ وجه حاضر نبود که به اصطلاح سر سفره تو خونهش. گفت ما همیشه تو خونهمون یکی دو تا بچه یتیم رو این سرپرستی میکرد. سوم که حالا نکته اینجاست، سوم این که گاهی تو دل شب از خواب که بلند میشد میگفت خدا من بدم، ولی این بدن به درد جهنمم نمیخوره، من پلید ببری جهنم چه کنی؟ اگه تو منو بسوزانی چی گیره تو میاد؟ ولی من اگه نسوزم خیلی چیز گیره من میاد، من بهش برم خیلی چیز. خدایا من با همه بدیم دلم نمیخواد این بدن پلیدم جزو کافرا بشه، جزو اونایی که تو رو منکرند. مایوس نبود شوهر من، مایوس نبود. اونو زاهد گفت همینه. اینا شیخ بهایی در کشکول نم. ببین آقا این خیلی نکته دقیقی است. حالا خودشناسی، خودیابی، خودسازی. خودسازی فرق میکنه مراحلش، زمانهاش، جایگاهاش. همین مرحوم شیخ بهایی یه وقتی یکی از علما اومد دیدن ایشون، مرحوم ملا عبدالله شوشتری. ملا عبدالله شوشتری از علمای بزرگ ماست و شخصیتی است که به هر حال چقدر عالم و چقدر فاضل تحویل جامعه داد. ایشون این عالم بزرگ که قرن 11 هم، اوائل قرن 11 هم از دنیا را اومد اصفهان دیدن شیخ بهایی. شیخ بهایی با اون جایگاه، ایشون هم یه عالم بزرگ، خب دوتا بزرگوار پیش هم نشستن صحبت و گفتگو تا آنکه شد اذان ظهر. مرحوم شیخ بهایی به ایشون گفتن آقا حالا که شما تشریف بردید وایسید جلو، نماز به جماعت من به شما اقتدا کنم. هر چه کردن ایشون قبول نکرد و خداحافظی کرد، آمد منزل. گفتن آقا چرا قبول نکرد؟ گفت یه لحظه به نفس خودم مراجعه کردم، من جلو وایسم شیخ بهایی با اون جایگاه و جلالتش من اقتدا کنه، احساس میکنم خودمو بزرگ کردم، خودمو بزرگ دیدم. به همین دلیل ها
حاضر نشدم، دیدم این کار برای من یک نوع ضربه به نفسه. ببینید 3-4 تا قصه رو برای این گفتم، فرق میکنه. یه عالم ممکنه یه جوری ضربه بخوره، یه جاهل یه جوری، یه آدم خودسازی معناش نیست. من ببینم از کجا، از چه کانالی لطمه میخورم، جلو همونو بگیرم. من یه حدیثی آقا براتون بخونم، این حدیث خیلی زیباست. این حدیث در روایت از اون چه که به ذهنم هست، از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. آیان، خواهران، جوانها، فرمود 5 تا ویژگی اگر نبود همه مردم صالح بودن. خیلی ها صالح بودن، میدونید ما یکی از دعاهای اولیایمون صالح بودن و صالحا محشور شدن. حضرت یوسف میگفت توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. حضرت ابراهیم دعاش این بود خدایا رب حبلی حکما و الحقنی به صالحین. شما وقتی میرید حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، یکی از سلامهایی که به ایشون میرید همینه، السلام علیک ایها العبد الصالح. اگه کسی صالح شد خیلیه. شما بیشتر آیات قرآن وقتی میخواد بگه این نعمت ها شامل کیا میشه، میکرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هر کی صالحه بهشت میره. یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمت به تار به نور میاد. سیجعل لهم الرحمن ودا، محبوب. تمام نیکی ها توی صالح بودنه. کسی اگه صالح شد، اگر در واقع عمل صالح داشت، این بیشتری موفقیت رو دارد. حالا این حدیث میفرماید لولا 5 خصال، اگر 5 تا ویژگی نبود، لسار الناس کلهم صالحین، همه مردم صالح میشدن. یعنی این 5 تا نمیذاره مردم صالح شد. اینا رأس عوامل به اصطلاح عدم صلاح و فساده. اینا باعث فساد میشه، اینا باعث ضربه میشه. اگر نبود 5 ویژگی، همه مردم صالح میشد. چیه اینها؟ اینا من تکمیل بحث خودشناسی میگم. 1، القناعت بالجهل، قناعت به جهل. یعنی چی قناعت به جهل؟ آقا قناعت چیز خوبیه، تو غذا آدم قناعت کنه، تو روزی قناعت کنه، اما قناعت به جهل بده. یعنی آدم رو رتبه ای که داره، رو اون جهالتی که داره قناعت کنه، بگه بس دیگه، ما که چیز یاد نمیگیریم، ما که به همین قدم که رسیدیم کافیه. القناعت بالجهل یعنی راه رشد رو به خودش ببنده، قناعت کنه به جهلش. بعضیا اینطورن، میگه قرآن یاد بگیر، میگه از ما گذشته، تاریخ بخوان از ما گذشته، دانش یاد بگیر، مطالب نمازت و حضور قلبت رو بیشتر کن، میگه ما که نمیتونیم. این نمیتونم، ما که دیگه درست شدنی نیستیم، ما که دیگه. قناعت به جهل یعنی اینی که آدم به اون نادانی خودش قناعت کنه، بگه ما تو همینجا که رسیدیم بس. خیلی حرف قشنگیست ها. اگه مردم قناعت به جهل نداشتن، چیز یاد میگرفتن، رشد میکردن، ترقی میکردن. این 1 عاملی که فرمود جلوی صلاح رو میگیر. 2، الشح بالفضل، بخل به فضیلت. یعنی چی بخل به؟ بخل صفت بدیه، بخل به فضیلت اینه بگیم آقا ببین فلانی نماز شب میخونه، میگه او میتونه بخونه، ما که نمیتونیم. ببین فلانی حافظ سوره های قرآن، میگه از ما که دیگه نمیتونیم. فضیلت ها رو بهش بخل بورزه، بگیم آقا جان یه مقداری خوش خلق تر شو. نه آقا، ما عصبانی بار اومدیم زندگی میکنیم و عصبانی هم میمیریم، ما دیگه نمیتونیم خوش خلق بشیم، ما دیگه نمیتونیم مالمون رو حلال کنیم. این شح و بخل به فضیلته. کی گفته؟ مگه هر چند ساعت وقت پیدا کرد انقدر رشد کرد؟ مگه هر با چند ساعت وقت انقدر ترقی کرد که 1 نفر رو فقط امام حسین روز عاشورا دستمال به سرش بسته؟ اونم هر فرق تو کربلا زیاد شکافته. 1 فرق است که افتخار دستمال بندی امام حسین پیدا کرده. خب میشه آقا بخل به فضیلت. این روایت خیلی روایت بلندی است، قناعت به جهل، بخل به فضیلت. 3، الحرص على الدنيا، حرص بر دنیا. حرص آقا خوبه، پیغمبرم حریص بوده. آخر سوره توبه نگاه کنید، حریصن. قرآن می فرماید
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. آدم هرس داشته مردم هدایت کنه، هرس داشته باشه نماز بیشتر بخونه، هرس داشته باشه روزه مستحب، هرس بر کسب علم. امیرالمومنین در خطبه متقین میفرماید یکی از صفات مؤمن هرس در کسب علم. آدم هرس داشته باشه 3 تا نماز 2 تا نماز جماعت شرکت کنه، عیبی نداره، اما هرس بر دنیا، این چطور در فضیلت میگی دیگه نمیشه، اما تو مدل ماشین این حرفو نمیزنی، تو خونه این حرفو نمیزنی، تو لباس این حرفو نمیزنی، هی دنبال بالاتری. فرمود اینم سوم. چهارم الریا فی العمل، ریای در عمل، چشم هم چشم، اینی که همه میخوان اعمالشون رو به هم نشون بدن، ما روزه گرفتیم، ما مجلس گرفتیم، ما کتاب نوشتیم، ریای در عمل. و پنجم الاعجاب و به رأی خود معجب شدن، به خود بالیدن. اون که میگه آقا حرف منه، کی گفت حرف شماست؟ فلان حزب اشتباه میکنه، فلان هم، این خیلی بده. الان یکی از منشأ های اختلاف تو جامعه ما، اختلافات سیاسی، همین اعجاب به رأی. هر کسی میگه من، او میگه مال من، او حرف من، او میگه حرف. این خیلی بده بابا، بالاخره باید حرفا رو با هم سنگین و سبک کرد، همه چیز رو همگان میدانن. بالاخره هر کسی یک نظری داره، هر حزبی، هر گروهی. امیرالمومنین فرمود سعی کنید تجربه های دیگران رو راحت به دست بیارید. مگه قرآن نمیفرماید همه رو بشنوید، از بهترینش تبعیت کنید؟ الاعجاب و بالرأی، این حدیث رو خوب دقت کنید. قناعت در جهل، بخل به فضیلت، حرص بر دنیا، ریای در عمل، و این مورد آخری که اشاره کردم، خودرأیی، خودکامگی، خودپسندی، یک دندگی در رأی که حرف من و دیگران. خب اینا باعث لطمه است، الاعجاب و بالرأی. امیرالمومنین علیه السلام اولین نکته‌ای که در خطبهشون فرمودن این بود ایها الصائم تدبر امرک، ای روزه دارا خودشناسی کنید، خودیابی کنید، خودسازی کنید. حرف امروز ما این 3 تا کلمه، خود رو بشناسیم، با دیگران فرق میکنید، ما غیر از حیواناتیم، ما غیر از جماداتیم، ما غیر از ماه و خورشیدیم که مجبورن، ما مختاریم، ما مکلفیم، ما فضیلت داریم بر سایر موجودات، ما کرامت داریم، عالم مسخر ماست، ما مصداق خلیفت اللهی هستیم. نمیشه خودشناسی، خودیابی. آدم ها که یکی نیستن، رتبه هاشون فرق میکنه، یکی سلمانه، یکی ابوذر، یکی مقداد. گفت ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عزوجل. ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، بالاخره یکی ظاهرش بوذر، یکی سلمانه، یکی ابوجهل. ابوجهل و ابوذر یکی بودن مگه؟ ببینیم ما در کدام مرحله ایم. اخلاق ما اخلاق ابوذری است یا ابوجهلی است؟ ویژگی های ما ویژگی سلمانی است یا ویژگی های دیگران؟ خودیابی. 3 خودسازی، هر کجا هستید. امام صادق فرمود مردم درد در خودتونه، دارو هم در خودتونه، طبیب هم خودتون است. انسان هم خودش طبیب خودش، هم دارو دست خودش، هم درمان دست خودش. میدانه درد چیه، میدانه دارو چیه، در چه مرحله هستی، چند تا صفت رزیله داری، چند تا مشکل اخلاقی داری، گیرت کجاست. خودیابی. 3 خودسازی، اصلاح کردن. و این 3 مرحله خودشناسی و خودیابی و خودسازی که حالا گاهی تعبیرهای دیگه هم به کار میبرن، خود آگاهی میگن، اینا از این پیام حضرت امیر استفاده میشه. حضرت در ادامه خطبه سوالایی رو مطرح کردن که دیگه حالا وقت گذشت. فرمودن اگر خدا شما رو خار کنه، کی شما رو عزیز میکنه؟ ان اهانک فمن ذا الذی یکرمک، اگر خدا شما رو زمین بزنه، کی شما رو بالا میبره؟ ان اذلک فمن ذا الذی یعزک، ان خذلک فمن ذا الذی ینصرک، که حالا بماند دیگه به همین میزان اکتفا خواهیم کرد. بحث امروز ما در رابطه با اهمیت روزه و این خطبه اول امیرالمومنین علیه السلام بود. ان شاء الله از فردا بحثی رو که دنبال خواهیم کرد عرض خواهیم کرد چی هست، و بحث رو ان شاء الله بیشتر دنبال کنیم و به ابعادش بپردازیم. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرمایید.